سلام، امروز شنبه 12 جوزای 1403 خورشیدی است که با اول جون 2024 میلادی برابر است. و مهمترین خبرها از 8 صبح خوش آمدید. سرخط خبرها. واژگونی یک قایق در دریای مهمندره ننگرهار، 20 تن به شمول زنان و کودکان جان باختند. اظهارات تازه نماینده روسیه برای افغانستان، کابلوف میگوید تجزیه افغانستان برای منطقه پیامد منفی دارد. اعلامیه‌های پیهم طالبان درباره کاسای 1000، از آغاز عملی کار پروژه های نیمه کاره برق خبری نیست. آغاز مرحله نهایی انتخابات در هند، شمارش آرا 4 جون انجام می شود. و پیشنهاد 3 مرحله‌ای برای پایان نبرد در غزه، چشم‌ها به طرح اسرائیل و واکنش حماس دوخته شده است. مشروع اخبار. مسئولان محلی طالبان در ننگرهار از غرق شدن یک قایق در این ولایت خبر می دهند. قریشی بدلون، آمر اطلاعات فرهنگ طالبان برای ننگرهار، گفته که این رویداد حوالی ساعت 7:30 بامداد روز شنبه در ساحه بیلی از مربوطات ولسوالی مهمندره رخ داده است. در این رویداد دست کم 20 تن به شمول زنان و کودکان جان باختند و 5 تن دیگر نجات یافتند. قریشی میگوید که تاکنون جسد 5 تن از آب بیرون کشیده شده، اما دیگر قربانیان که امیدی به زنده بودنشان نیست هنوز ناپدید هستند. این مقام طالبان میگوید که عملیات جستجوی اجساد در مسیر رودخانه ادامه دارد. حدود 2 سال پیش نیز در یک رویداد مشابه در همین ولسوالی شماره غرق شدند. زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان، گفته است که هر گونه تجزیه این کشور برای منطقه پیامد منفی در پی دارد. او این اظهارات را روز شنبه در گفتگو با روسیه 24 مطرح کرده و باری دیگر از تمایل کشورش به تعامل با طالبان سخن گفته است. کابلوف خاطر نشان کرده که کشورش معتقد است که طالبان کنترل مداوم افغانستان را در دست دارند و این برای مسکو اساسا مهم است. با این حال وی خاطر نشان کرده است که هنوز برای حذف نام طالبان از فهرست گروه های تروریستی این کشور اقدام صورت نگرفته است. او همچنان با وجود زمینه همکاری روسیه با افغانستان، زیر داره طالبان در زمینه های صادرات فراورده های نفتی و امنیت غذایی اشاره کرده است. این اظهارات در حال صورت میگیرد که طی یک هفته گذشته مقام های مختلف روسیه سخنان با محتواهای متفاوت درباره طالبان مطرح کردند. شرکت برقرسانی برشنا میگوید که به بانک جهانی قناعت داده است تا پروژه های نیمه کاره برق پس از تسلط طالبان بر کشور متوقف شده بود را از سر بگیرد. حکمت الله میوندی، سخنگوی این شرکت، روز شنبه در یک کلیپ خبری گفته است که بانک جهانی تعهد سپرد که کار پروژه کاسای 1000 را آغاز می کند. با این حال میوندی از بانک جهانی خواسته است که برای آغاز کار این پروژه گام های سری بردارد. برشنا همچنان از شرکت هایی که در کار این پروژه سهیم بودند و پس از تسلط طالبان کارشان را متوقف کردند خواسته تا فعالیت های ابتداییشان را از سر بگیرند، زیرا بانک جهانی تعهد اجرایی این پروژه را داده است. این چندمین بار است که ادارات مختلف طالبان درباره اجرای پروژه های کاسای 1000 اعلامیه نشر می کنند، اما هنوز از آغاز دوباره کار آن خبری نیست. در کنار این، شرکت برشنا پروژه برق 500 مگاوات ترکمنستان را که کار آن در زمان حکومت پیشین تقریبا 80% تکمیل شده بود را هنوز نتوانسته است دوباره آغاز کند. هند آخرین مرحله از انتخابات سرتاسریش برای تعیین حکومت جدید این کشور را آغاز کرد. با گزارش رویترز، حدود 100 میلیون تن در 8 ایالت از جمله ایالت شمالی پنجاب، بنگال غربی، اودیشا و ایالت‌های شرقی بهار روز شنبه اول جون برای اشتراک در آخرین مرحله رایگیری ثبت نام کردند. مرحله آخرین انتخابات با رقابت بر سر 57 کرسی باقی مانده از جمله در حوزه انتخابیه مودی در شهر هندو بنارس به پایان خواهد رسید. تعیین انتخابات سرتاسری که نریندرا مودی رهبر حزب ملی‌گرای هندو
PGP بهاراتیا جانتا می خواهد که در قدرت ابقا شود. رقیبان او ائتلاف اپوزیسیون را زیر نام توسعه ملی هند به رهبری راهول گاندی تشکیل دادند. حدود 1 میلیارد تن هندی در این انتخابات که 19 اپریل سال جاری میلادی آغاز شد اشتراک کردند. از این رو بزرگترین انتخابات جهان لقب گرفته است. قرار است شمارش آرای انتخابات پارلمانی در هند 4 جون آغاز شود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا طرح 3 مرحله اسرائیل را برای برقراری آتش بس در غزه و آزادی گروگان‌ها اعلام کرد که به باور او کلید خاموشی ماشین نبرد اسرائیل و حماس است. با گزارش اسوسییتد پرس، بایدن وقت جمعه گفته است که این طرح در 3 مرحله آتش بس کوتاه مدت و آزادی گروگان‌ها، خروج نیروهای اسرائیلی از مناطق پرجمعیت غزه و آغاز بازسازی این شهر اجرا خواهد شد. در مرحله نخست آتش بس موقت به مدت 6 هفته ادامه خواهد داشت. در مرحله دوم نیروهای اسرائیل مناطق پرجمعیت غزه را ترک می کنند و گروگان ها تبادله می شوند و در مرحله سوم کار بازسازی غزه که به باور بایدن دهها زمان می برد آغاز خواهد شد. واکنش حماس به این طرح مثبت بوده است. از این رو امیدها به پایان جنگ 8 ماهه که منجر به کشته شدن بیش از 38,000 تن شد بالا گرفته است. این بود خبرها. تا این دم از همراهیتان سپاس.